خدای من، خب چه خبر شده؟ هیچی عزیزم، اشکالی نداره، من اینجا پیشتم. خب فقط تو کمک حرفه‌ای لازم داری، میفهمی که چی میگم؟ ایلا مگه نه؟ میشه دستتو از رو صورتم برداری؟ شنیدم الان ماکانای خیلی خوبی واسه کسی مثل تو هست و کمکی که لازم داری و دریافت میکنی. من میام به دیدنت، قول میدم عزیزم. داری راجب تیمارستان حرف میزنی؟ من دیوونه نیستم. مال همتون دوست دارین که توی زمان سفر کنید، حالا به گذشته یا آینده شو نمیدونم، شما تو کامنت ها بنویسین که دوست داشتین به گذشته بریم یا به آینده. من خودم به شخص آینده رو دوست دارم چون چیزای خیلی جدیدتر رو میتونم ببینم، مثل یه سری چیزای برقی، مثلا دوست دختر مثلا ظرفا رو بشوره واسم و هزار تا کار دیگه انجام بده. شدم دوست دخترای برقی. سلام بچه‌ها، خوش اومدید تئاتراریشون با یه قسمت دیگه از داستان‌های واقعی از کانال مای استوری انیمیتد، اما سریالی سه قسمتی. دوباره قراره که یک روز در میون بیاین زهرا و این سریال رو ببینیم، مثل اون ومپایر قبلی که مثل که میگین پارت جدیدش هم اومده، اونم در دست ساخت و دوبله است که به زودی میذاریمش. و امروز راجع به راهی برای سفر در زمان پیدا کردن قراره ببینیم دیگه. مثلا شما با یک دو نشون دادن غیب شیم و هر جایی که دوست دارین میتونین برین. و قبل از شروع اسپارتانا یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایک کنین. من تازه با خوراکیام رو موبیل نشستم تو فیلممو ببینم که یهو زنگ در به صدا زد. زمان حال فلامینگوی لعنت شده. یه زن نمیتونه یه دقیقه تو خونه خودش آرامش داشته باشه؟ چرا یه نفر این موقع شب اینجاست؟ داشتم سمت در میرفتم که یهو متوقف شدم. وای چرا یه نفر این موقع شب اینجاست؟ آه سلام، کی هستی؟ فقط سکوت بود. دوزی، من امروز بچه‌هامو بردم پیش دندون پزشکو، هیچی ندارم. برو اون خونه بزرگ انتهای خیابون، اونجا شانس تو امتحان بکن. بازم هیچی، ولی میتونستم یه سری. خدا اینایی که میان زنگ میزنن بعد نون خوشگرچی میخوام، میخوای بیای دم در بگیری بزنیشون. ساعت 4 ظهر میان در خونتون زنگ میزنن، هم نمیگن خواب باشه طرف. یه عجیب و غریبو پشت در ببینم. نکنه یه آدم فضایی که اشتباه رو زمین فرود اومده. تا وقت داری فرار کن، برای بقیه‌مون خیلی دیر شده. بازم جواب نداد، ولی صدای خنده آرومی رو شنیدم. ببین، من اخیراً زمان خیلی سختی رو گذروندم و اصلا حوصله این چیزا رو ندارم، پس دارم بهت اخطار میدم، دارم با یه تبر میام بیرون و از استفاده کردن ازش نمیترسم. در رو باز کردم و منتظر حمله بودم، اما وقتی نور چراغ رو صورتش افتاد، کسی که فکر میکردم دیگه هیچ وقت نمیبینمش رو تشخیص دادم. مایلو، 12 سال نه زنگ زدی نه پیام دادی و حالا یهو نصف شب جلوی خونم سبز شدی. اوه، از این رلایی که میرن کات میکنن بعد 12 سال چجوری یادت مونده؟ من دوست دختر اون زمانم و دیگه یادم نمیاد. چرا یادم میاد؟ دارم زیر میزنم، حتی آدرس خونه شونم فکرم. کسی مرده؟ آه سلام، خیلی وقت ندیده بودم. جریان از این قراره جن، به زودی هزاران نفر در سراسر دنیا میمیرن، مگر اینکه من و تو توی زمان سفر کنیم به گذشته و یه اشتباه کوچیکو که تو مرتکب شدی و درست کنیم. میتونم بیام تو؟ امیدوارم الان بیدار شم و همه اینا یه رویای احمقانه بی‌معنی باشه. من که میدونم چی رو باید در زمان سفر کرد، با یک دونه سوراخ سیاه که شما میتونین وقتی که برین توش دیگه زمان و جلو عقب، حالا نمیدونم جلو عقب، ولی دیگه زمان نمیگذره، چیزی به اسم زمان مثل که اونجا وجود نداره. اگه تئو اسپیسا رو دنبال نمیکنین حتما دنبال کنین، البته خیلی قدیمیه، خیلی وقت نذاشتن. آره، همچین خوششانس نیستم. سلام، من جنیفرم، بزرگسالترین شخصیت اصلی که از داستانش انیمیشن ساخته شده. با جناب آقای کارگردان، من اصلا از اینکه همه جا به هم میگن چقدر با این سنت خوب به نظر میرسی خوشم نمیاد. این چیزی که به افراد بالای 60 سال میگن. من یه 35 ساله جذابم. ببخشید، فکر کنم از یکی از بچه‌هام گرفتم، وروژکای شیطون. به هر حال من اونقدر بلد هستم جای مادرتون باشم، پس بهتره بهم احترام بذارین و خوب به داستانم گوش کنین، چون قراره مثل یه بمب تیر کنه. نه خیر، جایش چرت و پرت گفته باشی، سن اصلا مهم نیست، احترام برای بزرگتر اصلا واجب نیست. گواواشی خودم دیگه کسی اینو نمیگه. خیلی خب، فقط 35 ساله باندانا تفیه داشته بشاشه. برای این که ادامه بدم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. یه توضیح خلاصه از گذشتم بهتون میگم، یه جورایی مهمه. من 27 دسامبر 1983 به دنیا اومدم، یعنی نیه با مزه با وزن 4 کیلو و 9 سنتیم. من تک فرزند بودم و بچگیم با دقت توسط مامان و بابای دوست داشتنیم ثبت میشد و ناز هنوزم ناز. و بعد وارد سن بلوغ شدم و دیگه فقط زشت
و زشت‌تر. همیشه داشتم ارتودنسی وسط ابرو یه مقدار اضافه وزن که کم نمی‌شد. فکر می‌کردم از اون زمان خوب نمی‌شم، پس همه تلاشمو کردم تا باهوش و بامزه باشم. بعد بوم، 16 سالم شد و بدجور روی پسر کراش زدم. بس کم کردم ارتودنسی و برداشتم و مردم شروع کردن با کلمه‌ای که قبلا نشنیده بودم صدام کنن. خوشگل. من سخنران جشن فارغ التحصیل بودم که اکثریت باور داشتن آینده موفقی دارم و پارتنر کاپیتان تیم فوتبال. الکس واقعا رویایی بود. فقط باید یه بار موقع بازی میدیدینش و بعد میفهمیدین که اون پسر آینده درخشانی داره. ما تا آخر دانشگاه قرار گذاشتیم و بعد ازدواج کردیم و کار الکس خوب بود و من میخواستم دکترا بگیرم و زندگی خیلی خوب بود و و و و و, و. اما یه روز الکس توی بازی دچار مصدومیت وحشتناکی شد و کمی بعد دکترها بهش گفتن اون دیگه هیچ وقت نمیتونه بازی حرفه‌ای بکنه. ربات صلیبی پاره. اون خیلی ضربه بزرگی بود. با بچه‌ای که تو راه داشتیم من دکترامو ول کردم و یه شغل به عنوان معلم دبیرستان پیدا کردم. الکس تا ماها افسرده و بستری بود، اما وقتی باز سر پا شد حتی بدتر از قبل شد. عزیزم من یه ایده فوق‌العاده دارم، باید یه رامن فروشی باز کنیم. ما هیچی درباره رامن درست کردن نمیدونیم. من یک هشتمم ژاپنیه، این تو خونمه. نبود، ما 6 ماه بعد اعلام ورشکستگی کردیم. من یه گله گوسفند خریدم عزیزم، سرمایه گذاری عالیه، تا 6 ماه دیگه پولمون رو دو برابر میکنیم. نکردیم، مگه ضرر رو حساب کنیم که اونجوری؟ آره، دو برابر بیشتر از دست دادی. ببین واقعا بده، واقعا حس بد. منم الان کمرم که گرفته افتاد. امروز یکی از بدترین روزای زندگیم بود، ولی دیگه ویدیو آپلود کردم، خود حالم بهتر شد و تونستم بیام ویدیو ضبط کنم. و نه که افتادم همش تو تخت. الانم میشینم، ای تقریبا انقدر که دیگه فیله کار کردم که زود خوب شه. یه خورده دارم تأثیراتشو میبینم که دارم بهتر میشم اگه دوباره داغون نشه. من دارم تو گاراژ خارش پرورش میدم، من دارم تو باغ آووکادو پرورش میدم، من دارم روی بازی ویدیویی برای 70 ساله ها سرمایه گذاری میکنم. سمی کردم حامی باشم چون میدونستم رویاشو از دست داده، اما بدهکاری ها داشتن انباشته میشدن و بیشتر دوام میکردیم و داشتیم از هم دور میشدیم. 10 سال بعد تصمیم گرفتیم جدا. اوه وایس، ببخشید یه استوپ بکن، لباس جدید خریدم مار داره. فکر کنم که یه خورده از لحاظ مغزی هم مشکل پیدا کردم. بشیم و ببینیم چطور پیش میره. اما تنها خوشحالی واقعی من تو زندگی مادر دخترم استله شدن بودن و 5 سال بعد برادرای دوقلوش دیوید و بکام. اهمیت نداشت چی میشه، عشقی که به بچه هم داشتم همیشگی بود. و همینطور شب بیداری تا پیل لباسه کسیف تمیز کنی، دوتون رفتن ویروس ها پوشک ها لباسه کسیف، بیشتر مشق لجبازی، گریه بیشتر و گریه زیر دوش. واره اون آخری خودم بودم. چرا سر صبحی داری به هم میگی برای کل کلاستون باید کاپ کیک ببری؟ از یه ماه پیش روی اخشان نمیستم درشو بوس کردم، دیدی؟ به این میگه خلاقیت. پاشن آی ادیتور من یه جوری بذار که سرشو بوس کردم. دور خونه چسب بودم و تو ساعتت واسه دیروز یه دفعه تنظیم کرده بودم. برادرات ساعت ما انداختن تو شیشه نوتلا. دیوید بکام، چرا هی لباساتونو در میارین؟ این خلاف لباس پوشیدنه. من تنها کسی میشم که هیچی واسه پیکنیک کلاسمون نبرده. یه لحظه فکر کردم تو میخوای بگی من تنها کسی هم که لباسشو نمیتونه در بیاره. تو بچه‌ای، من چی نمیتونم بگی؟ ببخشید. عزیزم سب کن بذار ببینم چی داریم. یه شیشه کره بادوم زمینی و یکم کوکی. نه اینو گندیدن. میخوای یکم آلو ببری؟ برای یوسف خیلی خوبه. مامان به معلم میگم یادت رفته، پیش میاد. نه نمیگی، من میدونم اونا چقدر دادم و قضاوت میکنن. میریم شیرینی فروش. پسرا به خدا قسم اگه همین الان دویده رو بسته کنه این زنگ میزنم به یه الف که زنگ بزنه به بابا نوئل و بهش بگه برای شما هیچ کدوی کریسمسی نیاره. تو هیچ الفی رو نمیشناسی. آره ما باورت نمیکنی. من مادرتون و مادر به بچه‌هاشون دروغ نمیگن. آماده شین قبل از اینکه زنگ بزنم به دنیا که واسه صبحونش دو قلوها رو میخوره. چرا من مامانم بهم میگفت، گفت فرشته ها وسط آوردن یه دوربین آورد. بعد من خودم انقدر باهوش بودم فهمیدم مامانم رفت خریده از اسباب بازی فروشی بغل خونم. و یه مشکلی داشت دیگه، رفتیم از اونجا عوضش کردیم. لو رفت مامانم. ای خانم بچه هاتا کنترل کن، یکیشون کوچیه منو برداشت. او خدا خیلی متاسفم، یکی دیگه براتون میارم. آخ بابام اینطور یکی دیگه از این موشای کسیف انگشت چندش آورشو کرد تو. باشه حتما، اما مجبور نیستی انقدر عصبانی باشی، اونا فقط بچن. آره اصلا عصبانیم، تو یه مادر افتضاحی و هیچ ادبی بهشون یاد ندادی. ببخشید دوباره تو صورتم اینو بگو. فکرتی دفعه اول به باسانت گفتم؟ نکنه کتک میخوای رفیق؟ مامان لطفا نکن. تا دیوونه ای، من رفتم. مامان جیش دارم، انم جیش دارم.
واسه بار آخر میگم واسه دستشویی رفتن لازم نیست کفشتون رو در بیاری. بعد از دستشویی رفتم پیش خانومی که پشت پیشخان بود. چند تا کاپکیک دارین خانوم؟ 20 تا. همشون رو میخوام لطفاً. نمیتونم همشو به شما بفروشم. چرا نمیتونی؟ اگه یکی دیگه بیاد و کاپکیک بخواد چی؟ خب چمون کردی گابی؟ کنه یه نفر بخرتشون یا 10 نفر، شما فقط میخواین اونا به فروش بره مگه نه؟ نه من میخوام مردم رو خوشحال کنم. پس برو تو وقتی آزاده دلغک شو. الان لازم دارم که اونا رو بفروشی به من. بهت 10 دلار اضافه تر میدم. نه بدشون به من. من پریدم و شروع کردم به برداشتن اون کاپکیکا. اون خانمم شروع کرد به کشتی گرفتن با منو، صدا کردن نگهبانا. من هولش دادم، اونم منو هول داد و من پرت شدم سمت شیرینی پز که داشت با کیک عروسی یک نفر از آشپزخونه میومد. هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمیکنم. من سر تا پا با خامه سفید و خانم فروشنده که داشت جیغ میکشید. همه به اضافه بچه‌ام وحشت زده به نظر میرسیدن. جلوی در الکس ایستاده بود که مثل همیشه خوشتی به نظر میرسید، در حالی که دست دختر مو قرمز رو گرفته بود که انگار از یه مجله بیرون آورده بودنش. تو مگه شوهر نداشتی؟ الان شوهرت کو که الان داری از یه پسر دیگه تعریف کنی با 3 تا بچه؟ خجالت نمیکشی؟ الان من باید برینم بهت. حقت هست یا نه؟ نه اصلا. خدای من. مامان حالت خوبه؟ آره عزیزم خوبم. من خوب نیستم، حس میکنم یه همسترم که روی یکی از اون چرخ ها میدوه و چرخ هیچ وقت متوقف نمیشه و من فقط میدوهم و میدوهم. اما نمیدونم چطور وزن اضافه کردم. چطور این اتفاق؟ عزیزم تو 3 تا بچه داری یا یه مادر فوق العاده ای؟ 3 تا شکم نه نیستم. دوقلو دوست داشتنین ولی روانین و اصطلاح خیلی باهوشه و من مدام ناامیدش میکنم. اون ماهاس میدونه الکس با یه آدم جدیده ولی به من نگفته بود تو مراقب احساساتم باشه. یه بچه 10 ساله نباید این کارو بکنه. درباره رابطه ی الکس چه حسی داری؟ میدونم ازدواجمون دیگه تموم شده ولی انتظار نداشتم اینقدر زود باهاش کنار بیاد. میدونی؟ میدونی. پشمام. پس آره ما باهاش کی طلاق گرفت؟ من نفهمیدم. نت اشتراکی بچه ها طلاق گرفتیم و من یه جورایی با کسی یا کتی یا هرچی اسم اون کله قرمز احمقه دوست شدم و زندگی ادامه داشت. حالا نوبت الکس بود که بچه ها رو شب نگه داره و من کلی برنامه برای خودم داشتم که یه نفر با بیعجبی به هم زده شون. آه زمان حال این پسر اومد. یه سری از موهات سفید شده. تو هم یه چیز دیگه‌ات بزرگ شده. تو آنو دید میزدی؟ زیاد هیجان زده نشو، فقط یه حدس منطقی زدم. مایلو میخوام به هم بگی که 12 سال کوفتی کجا بودی. تو بدون خدافزی یه ها از شهر رفتی. او بایسته ببینم کی بود. آها روز عروسیم و تو ساقدوش دوماد بودی. بهت که گفتم راجع به تحقیقم مغزم جرقه زد. همونطور که تو میدونی من از افراد تو عروسی ها در کل مفهوم خوشحالی متنفرم. تو برام یه پیام گذاشتی از اون موقع دیگه هیچی ازت نشنیدم. پس چرا الان اومدی منو ببینی؟ چون باید تو زمان به عقب برگردیم. خیلی خوب بشین تا یه ارائه پاورپوینت نشونت بدم. از کلمه‌ها استفاده کن و معنادارش کن. باشه باشه. یادت شب روز 15 دسامبر سال 2000 داشتیم چی کار میکردیم؟ من بعضی وقتا که زیر دوشم یادم نمیاد که موهامو شستم یا نه. پس نه. یادت میاد چقدر فضول بودی یا شک کرده بودی یه اتفاق مخفیانه داره تو انبار مشروکه شهرمون میفته و یه شب منو بردی اونجا تا اطلاعات بیشتری به دست بیاریم؟ سنی که من تازه به دنیا یادمه و حق با من بود. اونجا یه آزمایشگاه علمی فوق‌العاده عجیب بود ولی بعد که یه هفته بدتر رفتیم اونجا همش رفته بود. آره راجع به اون ویروس عجیب غریب شنیدی؟ اخیراً یه چیزایی تو اخبار شنیدم. به زودی خیلی بیشتر میشه سر تا سر جهان. ظاهران اون ویروس و آزمایشگاه علمی توسط یه سری افراد ساخته شده به عنوان جنگ بیولوژیکی. چقدر امکان نداره بود. نیو کو چقدر خوش رنگی، سبزای خوش رنگ، صورتی خوش رنگ. که علمی توسط یه سری افراد ساخته شده به عنوان جنگ بیولوژیکی. چی امکان نداره. یادت وقتی تو آزمایشگاه بودیم تصادفی خوردی به یه سری چیزا؟ خوردم. آره تو خوردی به یه شیشه کوچیک و مایه داخلش با یه لیوان دیگه که توش واکسن بود مخلوط شد. به خاطر اشتباه تو دانشمندی که داشت روش کار میکرد نتایج اشتباهی گرفت و به این نتیجه رسید ساختن واکسن غیر ممکنه. پروژه به خاطر اینکه داشتن ویروسی که هیچ کس ازش در امان نبود خیلی ریسکی بود، به خاطر همین بسته شد. پس انگار کار خوبی کردم. خیال کردی اما امکان نداره یه ویروس
ما هیچ ایده ببخشید من با این کیبورد داشت دوازی که ببخشید اما امکان نداره یه ویروس رو کامل از بین ببری. اون تمام این سالها توی امکانات امن نگهداری میشد و من نمیدونم دقیقاً چطور و کی اما فرار کرد و حالا داره مثل آتیش همه جا پخش میشه و به خاطر کار تصادفی تو واکسنش هیچ وقت ساخته نشد. کجای من؟ خب الان یکی درستش میکنه مگه نه؟ نه به موقعش نی. مسئله خیلی جدیه و ما باید برگردیم و درستش کنیم. یعنی چی برگردیم عقب؟ مگه به سفر تو زمان اشاره نکردم؟ آره خب من تصادفاً به یه زمان فضای پیوسته برخورد کردم که کمکم کرد یه راهی کشف کنم برای اینکه هر وقت میخوام پورتالو باز کنم و به گذشته سفر کنم. این چیزیه که باشه؟ دو دهه روش کار میکردم. اوه نه 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 جنیفر لطفاً از این خواب وحشتناک بیدار شو. انقدر بده که من بعد از این همه سال دیدی؟ آره چون حتی یک کلمه از حرفات خوب یا منطقی نبودن. اصلا چطور این همه چیز درباره ویروس یا واکسن میدونی ها؟ سفر در زمان، همین الان بهت گفتم. قبلا خیلی باهوش‌تر بودی جنی. واقعا میخوای باور کنم که یه مسافر زمانی؟ اگه یه نفر وجود داشته باشه که باور کنه انتظار دارم تو باشی. من به چشمای آبیش نگاه کردم و فهمیدم شوخی نمیکنه. باشه باشه اگه تو زمان سفر کردی پس چرا خودت مشکل رو حل نکردی ها؟ باور کن تلاشمو کردم اما ظاهرا تنهایی نمیتونم انجامش بدم و نمیتونم از کس دیگه ای بخوام. زود باش باید همین الان بریم. من امشب یه برنامه برای خودم دارم. نمیخوام قهرمان باشم و دنیا رو نجات بدم. فقط میخوام فیلم ببینم و 5 دقیقه بعد از شروعش بخوابم و صبح پنکیک بخورم و مجبور نباشم سه تا پنکیک درست کنم یا اونایی که سرد شدن رو بخورم. پنکیکی توق توزه فقط واسه خود خودم و قهوه و آرامش. خواهش میکنم بذار داشته باشمشون. خواهش میکنم جنی. همه کسایی که دوستشون داری تحت خطر بزرگی هم. برای بچه ها انجامش بده. این یه باشگیری احساسیه. داره جواب میده؟ آره باشه داره جواب میده. بزن بریم عجیب الخلقه. اینطوره میخوای بیای؟ آره مشکلش چیه؟ هیچی دوست داشتنی به نظر میای. اون لکه رو کتت خردنه یا استفراغ؟ خفشو این کلاهو بذار سرت لطفا. اخ جون منم کلاه عجیب گیرم. تاریخ ها رو میزنه ساعت ها رو میزنه قشنگ یاد Life is Strange میفتن. خیلی چیز باحالیه. کار به داستانش دارم که آره واقعا میخوان زبر در زمان بکنن یا نه ولی خیلی قشنگ در آوردن. اینو من دارم خودم هم دارم لذت میبرم ازش. ایول اومد بعد مایلو یه مکعب بیرون آورد و گذاشتش رو زمین و اون یهو تبدیل به یه چادر شد. هی من یکی از اینه که جمعشم واسه کپ بچه ها میخوام. این چادر اختریه ماشین زمان من. حالا فقط یه دقیقه لازم دارم تا مقصدمون رو تعیین کنم. من تو اینجا دنبالش اومده بودم. واقعا کنجکاو بودم میخواد چی کار بکنه. اما یهو به ذهنم رسید که مایلو واقعا دیوونه است. واقعا عقلش رو از دست داده. خدای من خب چه خبر شده؟ هیچی عزیزم اشکالی نداره. من اینجا پیشتم. خب فقط تو کمک حرفه‌ای لازم داری. میفهمی که چی میگم مایلو؟ امتیاز بگنم. حرفه‌ای بعد بیا. میشه دستتو رو صورتم برداری؟ شنیدم الان مکانه یه خیلی خوبی واسه کسی مثل تو هست و کمکی که لازم داری و دریافت میکنی. من میام به دیدنت. قول میدم عزیزم. جانی راجب تیمارستان حرف میزنی؟ من دیوونه نیستم. معلومه که نیستی عزیزم. تو خواست تمومش کن. اگه فکر میکنی من دیوونم برای چی دنبالم اومدی؟ نمیدونم به خدا شاید چون دیدم تو خوشحال شدم. حتی اگه تظاهر میکردم برعکسه و شاید یه بخش کوچیکی از من فکر میکرد هی اون یه نابغه هست. شاید واقعا سفر تو زمان رو اختراع کرده و میتونی بری به یه ماجراجویی جن که تغییر خوبی برای زندگی پیش رو نشونت میده. اما تو فقط یه چادر زدی وسط یه بیابون و یه کلاه خیلی مسخره یه عجیب بهم دادی. اینا خیلی مسخره هست. من میرم خونه. همین که برگشتم صدای وزوز شنیدم و نفسم بند اومد. چادر داشت میدرخشید. وقتی داره گرم میشه این صدا رو در میاره. میخوای باز کلاهتو بذاری سرت؟ باشه پس. همونطور که بیرون چادر ایستاده بودیم حس میکردم قلبم با هیجان تون تون میتپه. واقعا این اتفاق داشت میافتاد؟ قبل اینکه بریم داخلش باید سه تا قانون سفر در زمانو به خاطر بسپاری. اولی و مهمترین نشون اینه که هیچ چیزی تو گذشته تغییر نده. ما هیچ ایده‌ای نداریم که چه اتفاقی میافته. اگه یه رشته از تار و پود زمانو بیرون بکشیم ممکنه اثر پروانه‌ای بذاره و خیلی نتایجو به بهتری نفت تغییر بده. تصاعدی میشه. مگه ما نمی‌بینیم یه چیزی رو تغییر بدیم؟ ما همین الانش هم میدونیم اون نتیجه خیلی بدی داره. پس ریسک می‌کنیم. هیچ چیز دیگه‌ای رو تغییر نده. باشه؟ دو اینکه نباید توسط هیچ کسی شناسایی بشی. تحت هر شرایطی به هیچ کسی نگو کی هستی. باشه؟ حله.
سه این که؟ خب فکر کنم شماره سه نداره، پس فقط دوتا قانون مهم تو سفر زمان وجود داره. همینطور باید به دوشتار بدم وقتی سفر میکنیم حالت تعو، سردرد، سرگیجه، گرفتگی معده، تپش قلب و عرق رو تجربه میکنیم. مثل 9 ماه بارداری، قبلا تجربهش کردم. خیلی خب، پس آماده ای؟ این دیوونگیه. آره آره بچه ها تو جی؟ آمادم. راستی منم از دیدنت خوشحال شدم. 1، 2، 3 برو. ببین خب الان اینا کی قرار برگردن؟ هیچی نپرسید، مثل کباب رفت تو. بابا با دستارش با حال اسم کنم، اتفاق خوبی قراره بیافته. دو تا مورد، یکی این که زیرنویس اصلا نداشت این دفعه پشمام، و دو این که شما قراره تا پس هر صبر کنید، ولی من الان قراره به قسمت بعدی چه ببینم چی شده. و دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودیم. پس تا پس فردا و یه باقری دیگه، خدا رو نگهدار شما.